به نام یاد خدا و با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شما خوبان، عزیزان و مهربانان که می لحظه مستطیل طلوع را می بینین در هر کجای که هستین جور صحتمند و سرحال باشین. بازم جمعه شد و ساعت 7 شب سراچه آغاز شد. من فرهاد رامکیستم و همچنان شما دیدید در تصویر که ما یک مهمان پرافتخار افغانستان را داریم، کسی که سالهای زیاد به خاطر مردم افغانستان کار کردند، در خارج از افغانستان فعالیت‌های زیاد داشتند و فیلسوف جهان هستند. بله، شما شناختنش، بیشتر می‌خوایم امرایشان صحبت داشته باشیم. افتخار اینه داریم که در برنامه ما جناب صدیق افغان تشریف آوردن. جناب افغان صاحب خیلی خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. بسیار خوشحال هستم که شما رو امروز در برنامه داریم. خوش باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. لبیک اللهم صل علی سیدنا محمد و علی محمد. تشکر. سلامت باشین. بعد از یک وقفه در حدود 10 ساله که کار کردم امروی مطبوعات، شما دعوت کردین. در مدت یک سال یک و نیم سال است که همیشه شما تماس می گرفتین که من در کنفرانس های بین المللی بودم، همیشه تشویق می کردین. تشکر می کنم از شما، از تمام کارمندان تمام مطبوعات افغانستان، به خصوص طلوع، ژورنالیسم، خبرنگار. اولین خبرنگار در جهان شما می فهمین کی بوده؟ اولین خبرنگار در جهان جبرئیل امین بوده، خبر پروردگار بدون کمکاس بر رسول الله، بر پیغمبرا، با 1,24,224 پیغمبر بدون کمکاس انعکاس داده. همین خاطر جبرئیل امین نامش مانده شده. او خبرنگار، بهترین خبرنگار است که عرفای اصل ارائه کنه. من می خواهد تشکر می کنم از تلویزیون شما طلوع که وقتی لایف مصاحبه کردین ما حرفای خود گفتم در مقابل متجاوزین، چون برنامه ما سیاسی نیست، کوشش می کنین که یک برنامه علمی باشه و از طریق شما به تمام ملت بزرگ افغانستان سلام تقدیم می کنم. بخیرم، زنده باشین. با افتخار آقای صدیق افغان، یک کف محکم، یک کف محکم بزنین دیگه، یک کف محکم بشه. تشکر. ببینین دوستا، شاید با من موافق باشین، کشورهای دیگه مثل هندوستان اگر مثال بزنیم، میارن شارخان خود ایرو میسازن و قهرمان میسازن و در کل جهان اگر فیلم جوان تولید میکنه، اگر فیلم پتان تولید میکنه، اگر فیلم‌های دیگر تولید میکنه، میرند میبینند و تشویقش میکنن و کرول روپیه عاید میکنه از اون فیلم خود. مثل اگر دور نریم نزدیک کشور همسایه ما ایران، گوگوش خودا چقدر تشویق میکنه. فکر کنم حالا شاید 90 ساله باشه اما بازم شادخت ایرانی ها هستن. مگر ما لقب که به صدیق افغان خود دادیم چیست؟ صادقانه پیش خود بسنجید، یک بار یک مرور داشته باشین که ما چیزایی که نمیگیم یک فیلسوف خود، یک ریاضیدان خود، یک شخصیت خود را. بیاین از این می لحظه یاد بگیریم از کشورهای همسایه، از همسایه های ما، از کسانی که چهره های خود را تشویق میکنه، ما شما هم تشویق داشته باشیم. به خاطر این موضوع یادم آمد که کف زدنشون بسیار رایسته هسته بوده، باید بلند کف بزنند و تشویق کنند جناب افغان صاحب. گناه شانیز به خاطر که زمستان هست، استایشان یخ هست که زیاد تک تک کنه، مپرد در زمستان که هست یخ میباشه که زیاد چک چک کنی باز میدن نشد. من این خاطر که تابستان میبود زیاد چک چک میکرد. شاید نگو، به ثبوت میسازم. در وقت در مظاهرات هم همین ملت قهرمان بود، در گرده همین من چک چک میکرد بزرد نظام ها. چرا سالهای زیاد از رسانه ها قهر بودید و به رسانه ها تشریف نمی بردید؟ یک مثالش اولتون میتونم، از ایچ وقت آدم از زمستان گله نمی کنه که آدم خنک میزنه، او وظیفه خود انجام میده. اگه یخ نباشه زمستان نیست. و می خاطر من امروی مطبوعات خداحافظی به خاطر کردم که من میخوایم عقایق بیان کنم. عقایق
انفجار همه ولا حقایق ما بیان کنم همین تلویزیون نه کمی افغانستان انفجار میکنه اگر حقایق بیان کنم همین امریکا قصر سفید تک تک میشه اگر حقایق بیان کنم که امروز میبینید که در جنگ در فلسطین جنگ است که از جنگ کمیته رهبری میشه انسان ها را میکشن پاکستان هم را ایران جنگ میپرتن و طرف افغانستان که آسیا میونه جنگ میپرتن میخوان انسانیت را نابود بسازن کرونا ویروس وقتی که خودشان جور میکنه روز یک مرض دیگر جور میکنه انسانیت از بین میره در مقابل امی تمام زورگوهای جهان با تمام قدرت اتمیشان این فرمول اتم اینجا استاد است در مقابلشان استاد است اگر زور هستن یک مویم جدا کنن بدون اجازه خداوند برگ از درخت نمیرزه من هیچ تشویش ندارم من یک افغان است و من یک مسلمان است بشر بشر بخیر باشین افغان صاحب بیاین در مورد سفرهای اخیرتان و دستاوردهایتان که شما داشتید فعالیتایی که در اواخر داشتین سفرهای زیاد داشتین همیشه که به افغان صاحب مسیج میکردم از طریق واتساپ میگفتن که حال در روسیه هستم حال در اوکراین هستم حال در بلاروس هستم حال در منگولیا هستم بلغاریا هستم بلغاریا بالاخره هر لحظه در سفر کل عمرتان در سفر تشید جناب سیدی قوان من هیچ وقت یک پرینسیپ ماست هیچ وقت بدون اجازه نفر اول کشور بدون امضای نفر اول کشور که از داوتخان شروع میشه با عالی قدر امیرالمومنین اختتام پیدا میکنه هیچ وقت بدون اجازه از یا ما سفر نداشتیم و هیچ وقت بدون دعوتنامه سفر نکردیم هیچ وقت با پاسپورت خارجی سفر نکردیم من است یک افغان سفر کردیم کلفش افغان فیش فهمیده غینش غلام الفش اجنبی الفش افغان فیش فهمیده غینش غلام الفش امریکایی نونش نمی شود افغان فهمیده غلام امریکایی نمی شود سفر کردیم به سفرهای خود دستاوردهای بسیار چه قسم براتون بگویم مثلا مثلا سعی کنین این می یک از یک سوال کنم استون ببینین اینی یکی از اسنادای است کتابایی که نوشته شده کتابایی که نوشته کردیم اینی اسنادای ما است اولین اخبار ما 1347 است اولین بار یک 31 مارچ 1976 متوجه شدم 31 مارچ 1976 صنف 11 مکتب بودم در ورجینیا امریکا در تکساس امریکا در اینترنشنال کانسل اف تیچر ماتماتیکس فرمولای متوجه شد که در قمر مسئول استفاده میشه که عکسی بینوم نیوتن است با کامپیوتر مسابقه دادم کامپیوتر شکست دادم جایزه گرفتم به می خاطر بسیاری نشان میکنند که دروغ میگه لاف میزنه که دارم شما ببینید کل اسناد را آوردیم همین تمام این اسناد را آوردیم که این مدالایی که دمی یک دمی سه ماه آخر آوردیم مدالای سه ماه آخر است بله بله وقتی سه. که امیر جمله را گوش کنین شما را سوال کنم ببخشید استاد محترم استاد هستین در شریتم چند فیصد از این اسناد هایم باشه باز براورتون میکنم برید دارشیف هستیم چند فیصد باشه بگوین تمی نظرتون والا استاد من پیشتر که همراه جناب زکی قیس صحبت کردم گفتن که فکر کنین یک اشاریه چند فیصد از اسناد هایست که بیشتر اسناد ها گفت دفتر و در خانه است افغان سب روی از این موضوع صحبت میگیم اما وقفه را میگیم پس میاییم وقفه را خوب بجاده میتونم تا بلکل سهیست که تشکر به افتقار افغان سب یک وقفه کتا داریم پس از وقفه دوباره بر میگردیم جای دیگه نریم بخیر باشیم خیلی خوش آمدین بازم تشکر از اینکه تا حال همراه ما هستین و تشکری خاص و ویژه داریم از اپی ماسیف انرژی درینک انرژی برای تغییر حتما بنوشید و لذت ببرید اگر شما میخواین انرژی در شما جادو کنه پس اپی ماسیف انرژی درینک انتخاب کنید ما خو می نوشم افغان صاحب تلفن بسیار خوش طعم است عزیزم افغان صاحب در این شب روز میبینیم که وضعیت آب و هوا بسیار آلوده است در شهر کابل مشخصا از طرف شب آلودگی نهایت زیاد میشه و مردم از این آیه بسیار شکایت دارن گله دارن پیش بینی شما از وضعیت آب و هوا چیست تغییرات اقلیمی افغانستان را به کدام طرف سوق خواهد داد تشکر سلامت باشه زنده باشین ما خسردی تحقیق کردیم زیاد بله. همین آخرین بار اکادمیسیان اکولوژی یا محیطیسیست جوان دادن اکادمیسیانی دادن در لنینگراد در کنفرانس بین‌المللی که از 71 مملکت بود
برای من گفتن نگاه به هوای دنیا چرا تغییر کرده در تمام دنیا. من گفتم ما بسیار زیاد نگران هستیم. گفتم اول آب هوا در داخلتان تغییر کرده، اول درون شما همه تو کثافت داره نسبت به آب هوا. شما کلتان نمیگم، کل بشریت هم میگم، برادرت دوست داری نخیر؟ به برادر چند ماه شده که تلفون نکدی؟ در داخلتان نفوذ کرده کثافت که در بیرون انعکاس داده. این خو امریکا خو ناورده سر تو که ابرای افغانستان پس کرده باشه، این خو نظام خو ناورده. میبینی که جهان چقدر در حالت داخلت نابودی است. قرآن کریم اخطار میده تا که میگر وقتی که بشریت میلغزه کور سرش بالا میکنم، غرقش میکنم، فرعون‌ها زیاد شده. فلاد تا کسلان نشین از بد بدتر میشه. خلاص کوتاه جوابت نیست. در درونتان هم تو یا نه تنها محیط زیست خراب است، محیط وجدانتان خراب شده. هنوز وجدان وجود نداره. به خاطر که میری میخری یک بانجانو میری از بازار خوبیش نشانت میده، در داخل خراب بانجانی میده. میری در قصابی گوشت میخری نشان میده خوبیش، در داخلش شلر از استخوان میپرته. کل ما خائن هستیم، خداوند سر ما قار است. متعلم خائن است کار خانگی نکرده، معلم خائن است که 5 دقیقه وقت اومده، ملا خائن است که غریب برده ناتینا رو میخوره معتبر که مرتضی یعقوبه. کل ما خائن هستیم از الف تا یا. پس خداوند سر ما قار است. اگر ما 8 میلیارد دفوس دنیا جور نشیم زمین از مدارش خطا میخوره. ای تنها در افغانستان نه، در تمام دنیا خرابه، تمام دنیا، تمام دنیا اروپا، مردم جهان هم با برادر خود تماس نمیگیرن و در درون خود او دیگر رقم مرد با مرد ازدواج میتن، زن با زن ازدواج میتن، بتر از ماست. امروز انسانیت در خطر است. سگ است امنه او خود نمیکشه. در غرب با یک سویچ امنه او خود میکشن. این انسانایی که خونه که امروز در جهان ریخته میشه، اون فضا را خراب کرده. امروز خونایی که در غزه کشته میشه میبره، امروز که خونه که در اوکراین میره، خو انسان است برادر. امروز انسانیت در خطر در برادر. یک نفر بکشی قاتل هستی، 100 تا بکشی جانیستی، 1,000,000 بکشی بوش صاحب هستی، امپراتور صاحب هستی. بلکه متوجه هستی که خوب عقل داری، خودت استاد هستی. من هیچ وقت قیمت شر به الماس الماس بشه نمیتونم. وقتی الماسی قیمت کمایی میکنه از هرگر تشکر نکنه. خودت صلاحیت داری که مرا رهبری کنی اینجا. من خودم نیدم، چون من همیشه خود اشتباه میبینم. چون وقتی در آینه میبینم چپ خود راست میبینم، راست خود چپ، قیمت مجرا میشه کلش داد یک میکنم. شما مرا اصل قیمت ما میبینین، پس شما میتونین که دنیا میبینه. شما میتونین که هر سوالی که شما با مذاقتان برابر نیست با سوال کنین. ما برای هر سوال 89 جواب دارم، 89، چون یک کوردینات اکس وای زد یک خانه 8 کن داره، 8 کن میز اشکون داره، اونو مکعب اشکون داره، خانه مکعب اشکون داره، 24 زاویه داره، 12 ضلع داره، 6 جهت داره، 3 بو داره. یعنی تمام ارقام داد از این. مثلا سر شما یک ترازو است. یک ترازو چه قسم است؟ سیرش می طرف داره، سیرش می طرف، یکش با موبایل، 1 2 3 دهی طرف ترازو، 1 2 3 دهن یکی است. ما دهن داریم، دهن ما یکی است، اما دو چشم داریم. خوبه میبینی، بدو میبینی، بدو میشوی، خوبه میشوی. اکسیژن کاربن دیوکسید، اما دهن یکی است، تخلیه در دو جای است. پاتر آدم یک رقم بگه، ما دو رقم میگیم. در اتاق یک گپ میزنیم، در اتاق دیگه گپ. سلام علیکم، خوش اومدی، خوب هستی؟ چالم بیا این خربوزه بخور تو دان قرآن. اگه خربوزه بخور نه لالا جان میرم، بیا تو دان قرآن بفرم. لالا بیا نمیرم، میری برو. کی بود کچا بود؟ کچا بود. چرا خربوزه سلاش کردی؟ پیش خدا ما با یک پیسه هستیم، پیش روی 5 دلار ماج میکنیم، با پسر تخریب میکنیم. پس اینجاست که خداوند سر ما قار است. پیام قرآن است برای کل بشریت. کلش قرآن است، کلش قرآن است، کلش قرآن است. من 50 سال سر قرآن تحقیق کردم. خدا چی کردم؟ جمله آخر تشکر کردم. من خطا نکردم، شما مؤدب بودم. مرسی، مرا دست داد. بگیرش کامرا ما اینا. خواهش ولی از خواهش میکنم. 50 سال تحقیق کردم، خدا به تشویش ساختم. تشویش ندارم، از هیچ اتوم نمیترسم. آدم کی نگاه میکنه؟ نگاهبان ما کی است؟ خداوند.
بشک با شرط نگاهت میکنه خیلی چرا ما رو نگاه نمیکنه با پشت بادیگارد آپت میشیم چرا او رو پت نمیکنه میگه با شرط نگاهت میکنم تا که با من اسپاری تا که با اسکل اگه با دکاندار تحصیل نکنه دکاندار نگاهش نمیکنه او که با درخ سپرد عره شد او که با خودش تبر در آتش نگاش کرد ما به امریکا سپردیم خدا امریکا جای نبرای امریکا جای نروز گیریان میکنم چه وقت امریکا 2014 میشه پس خدا این بخصم سلام و قارست نکن گرفتین و میخواد فضا رو سلام و خراب کرده خداوند نه امریکا بفرمایین بخیر باشین در مورد قرآن کریم صحبت کردین آیا قرآن کریم میتواند جوابگوی تمام نیازمندی های آل و آینده مردم جهان باشه جناب بسم الله الرحمن الرحیم را آرام میخوایم براتون بگویم این در کنفرانس بین الملل گفتم بسیار مردم ها مسلمان شد قرآن کریم با سه لسان آمده بشریت تنها با یک لسان تحقیق میکنه اصلا قرآن کریم از مسلمان ها نیست مسلمان ها قرآن کریم رو بندی کردن چون اگر جا مسلمان می بود آجات با قرآن نبود اوجا خود مسلمان وجود نداشت قرآن آمد من نیست یک چراغ هدایت روشن کنه دین یاره بله؟ پس قرآن کریم به سه لسان است یکی به لسان اعجاز و حکمت یکی به لسان اعداد ارقام قرآن کریم چند جز است؟ میگن 30 جز بسی بگو امر بالمعروف میزنید نماز پیشین چند رکعت است؟ میگه 10 رکعت چند وقت نماز میخونی؟ میگه 5 5 نگوی به مرگ لب میخوری پس اعداد تو را چی میتا گویا میسازه دیگه در لسان عربیست وقتی ما در لسان ارقام اعداد مطالعه میکنیم 149,600,000 یا در حدود 150,000,000 عنوان کتاب در جهان نوشته شده 150,000,000 کتاب در زمین نوشته شده 4 کتاب از آسمان که 100 صفحه است یا 110 صفحه بلما نظراتش است آمده از آسمان او کتابی که وزارت معارف رو کش کنه در نصاب تعلیمی بره وقتی بخوانی دیپلم میده او کتابی که رسمی نیست در قریه نشه مردم نشه که باشه ما به در مکتب خانگی خواندیم دیپلم نمیده کتابی که از بالا اوکی میشه او کتاب اصل است کتاب آسمانی است پس کتاب میخوایم براتون بگم موضوع سراجت موضوع کنفرانس علمی نیست وقتی که 149,600,000 کتاب در جهان نشه شده ما وقتی که بشر میگه من مخترعم مکتشف هستم ما اتم کشف کردیم ما تیاره اختراع کردیم ما تلویزیون اختراع کردیم ما کامره اختراع کردیم ما یک کدام هیچ اختراع نکرده دروغ میگه کپی کرده وقتی که عقاب دیده یک عقاب آهنی جور کرده او را تیاره میگن بمبیره که دیده او هلیکوپتر جور کرده چشم مطالعه کرده تلویزیون جور کرده قلب مطالعه کرده انجین جور کرده ماهی را مطالعه کرده، نهنگ را مطالعه کرده، تحت بری جور کرده مرغاوی را مطالعه کرده، کشی جور کرده ولی آخره این کافی است، بله؟ نال کل بشر بی سواد است، تمام بشر بی سواد است چیزی که بشر از بی سواد است با مجرمه که شما در بالا شدید، در تیاره بالا شدید زمینت برابر یک میکروب معلوم میشه 149,000,000 کتاب نمیتونه پرابلم تل کنه روز پرابلم تنها چیزی که پرابلم حل میکنه قرآن است قرآن پرابلم بشر را حل میکنه متوجه هستید؟ قرآن چی است؟ با طور مثال لسان فیلیش که گپ دمی آخر میگه قرآن کریم میگه 310 بار کلمه آسمان در قرآن کریم اومده میمیرم میخواییم که اکادمیک بگویم برای 2 دقیقه بسیار مبارک آدم هستی که قطع منه کردیم در قرآن کریم 310 بار کلمه آسمان آمده برادرها شما سویچ کنین در گوگل شما در گوگل زیاد ایمان داره نظر به قرآن چرا گوگل مخزتان است نه قرآن بشریت هم میگم نه افغانستان بزرگ خدا نه مسلمان ها را 310 بار آمده وقتی 310 ضرب 310 ضرب 4 فاصله بین زمین و مهتاب است 4 به خاطر خداوند جهان در 6 روز آفریده دو روز زمین دو روز آسمان دو روز در بینش وقتی ضرب 4 میکنیم 1 وقتی که ما 91 روز یک فصل تغییر میکنه در 91 روز زمین 3 ماه 1 روز
سه ماه و یک روز، چهار فصل، چهار نود یک ما سه سال شست چهار جمع یک سه سال شست پنج سه نود یک سوره شمس نود یک است. برین در قرآن کریم سوره شمس سوره نود یک است. از یک تا نود یک ببینین که 24 دانه عدد اولی است. اولین عدد اولیش دوست، 24مین عدد اولیش، عدد اولی را بفهمن که یعنی عدد تجزیه نمیشه، مثل مقطعات ورسک. دو عدد اولین عدد اولی است، آرام 89 24مین عدد اولی است. به می خاطر 89 علی اکبر در 16 رکعت اول میگن، 89 علی اکبر در 16 رکعت دوم به حساب حنفی مذهب. دو جمع 89 میشه 91. یک جمع 91ش 90 است، نمرکم 90 عدد 90 عدد از مرکب اولی است، 66 عدد از مرکب، 24 عدد اولی از اولی است. 90 دانه عدد اولی را شما جمع کنین بشریت، تقسیم 3 کنین، شوای زمین میبره. تکرار میکنم با تمام ساینسس های جهان، اولین عدد اولی دوست، 92مین عدد اولیه 463 است. شما کل از دو جمع 463 میشه 465. زمین ما دفیسونه 465 متر به طرف شوروز و بدش میتا. 310 ضرب 310 ضرب 6 به طاقت 0 جمع 6 به طاقت 1 جمع 6 به طاقت 2 جمع 6 به طاقت 3 جمع 6 به طاقت 4 این میشه 1555 ضرب 310 مربع فاصله آفتاب از زمین است. و بالاخره کهکشان ها به می سیستم گپ آخر چرا مسلمان ها پس بوندن؟ قرآن کریم تنها بالای سر عروض گرفتن، آستابرو آستابرو کولای عروض لچ لچ، تنها با قسم خوردن با کار بودن، تنها بالای سر در روز اسقاط. پس قرآن کریم سرچشمه علم و معرفت است و در تمام دینا چلنج میتونم. سوال شما این بود که کمی خیلی لطف کردین، خیلی لطف کردین، خیلی لطف کردین. دستخار افغان شد، دستخار افغان شد. تشکر، بخیر باشین. ما هم به اجازه شما وقفه را میگیریم که از وقفه خو بگیریم. وقفه ما هم یک چای میخوریم. یک چای وقفه بگیریم به خاطر از اینکه تلویزیونتان تعمیل نمیشه، دولتی نیست، باید از آدم تا که لب نباشه لب گفته نمیشه، بدون لب لب نمیشه، به خاطر بدون از این نمیشه ماشتکی بتا. اجازه است بیاین خیلی وقفه را میبینیم عزیزان، زود برمیگردیم جای دیگه نهارم. یک سلام دوباره و مجدد دارم به ایزایی که جدیدن امرای ما یک جا شدن، وطنهای خوبم که همین لحظه طلوع را میبینند و سراچر افتخار حضور جناب صدیق افغان فیلسوف جهان را داریم. بعد از خیلی وقت بعد تشریف آوردن، کمتر به افغانستان میباشند، زیادتر در سفرهایی که دارند و دستاوردهایی که به افغانستان همیشه داشتند و دارند افتخار ماستند. جناب افغان صاحب، در لابلای صحبتهایتان در وقفه هم گفتید، قبل از وام در پشت صحنه با هم دیگه صحبت میکردیم، در مورد تعداد از انسانها را که به دین اسلام مشرف کردین و این کار چطور شما تانستین از طریق ساینس انجام بتین، میشه که با ما دلایلش بگوین جناب افغان صاحب؟ رئیس اکادمی علوم افغانستان، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شخصیت بزرگ ما، او مبارک عین سوال تکت بسیار این فیلم ها را دید، دعوت بودن اونام در کنفرانس های بین المللی، چون یک دی سفید از مسفید ماستک، گفت من نمیخوایم اونجا زنای نامارم را ببینم، ببینه که سرمخ بسیار بیروار است، با خود در کشورهای غیر مسلم میرم تحقیق میکنم، بر کشورهای غیر مسلم قرآن کریم را بیان میکنم، چون قرآن کریم نه تنها از ماست، از شما ماست، چون شما را قدر دوز را خداوند انسانیت قدر دوز را قدر دوز را قدر دوز را کاشق انسانیت است، به خاطر نجات انسانیت پیغمبر را مبعوث میشه، به خاطر نجات انسانیت کتاب های آسمانی میره. بله، اینا وقتی میرم برای کنفرانس ها مثلا میگم بریم، یا گفتم میگم بریم پارک، میگم ما میرم سینما، بریم دلا بر، میگم میرم کو، کسایی که جوجا که شورای که برس و عاشق کوسن، من میگم بیا که بریم دوتن و کلش کوست خوب کلش کوست، هر کی بریم یک شرق کی غرب میره، غرب شاول یکی میره طرف بیت الله شریف، یکی میره طرف کلیسا میره، یکی طرف مسجد میره، یکی طرف درمسار میره،
انسان ها سلیقه های مختلف هست. مثلا بله بله. مثلا 8 میلیارد نفوس دیناست، مثلا 1 میلیارد مادر باشه، 1 میلیارد مادر هست نه؟ مادر هر کی مادر خودش برش با ارزش و با قدرت نه، هر دین برای مو آدم دینش برای مو اگه بودیزم هست بگه یک بودیزم میلیون دلار بدی بگه بیا که بده تا پاس کو بیا یک میلیون دلار یک برادر آل تشیع مرا بگو دست بس تا بخون، یک سنی را بگو دست باز بخو، یک عیسوی را بگو که بیا یا اوچو نمیشه نه. جهان یک صنفی نشده، یعنی این جهان، این جهان کلگی به یک مفکوره نیست. من میگم مس چی مفکوره است؟ کلگی که ماشین حساب جنگ نداره، جنگ که ماشین حساب نیست، اما قواعد سرنگ است، سفید است. سفید. برادر میگه من قبول ندارم، میگه تباشیری است. او دیگه میگه من شیری است، او میگه برفی است، او میگه نه تخمی است. برای یک سفید قلمقال میشه نه؟ در یک توافق نمیرسد. فاصله آفتاب از زمین چقدر کیلومتر است؟ این زمین است، اون آفتاب است. چقدر است؟ چقدر است فاصله آفتاب از زمین برادر؟ میگه که 147 میلیون و 147 میلیون 180 هزار، یعنی من تو کوتاش میگم وقت کمت 147 میلیون مینیمم، 152 میلیون ماکسیمم، وسط از 149 میلیون بگن شد هم تو کوتا اشاره شنه بگه وقت کمت این میره. کی قبول نداره؟ بشریت قبول میکنه شد. اگه کس قبول نکنه شد او را دالیاباد بسترش میکنه. یعنی میگه تو دیوانه تکلیف روانی داری، دیوانه هستی، یعنی کلی هر کسی خدا را قبول نکنه هیچ کسی رو تکلیف روانی نمیگه. انروز یک چهار تا برش برای فرعون چک چک میکنن، بله وقتی که را قبول نکنن در حالی که متر کلی فاصله آفتاب از زمین چقدر نه متر هم نکده قبول میکنن. چرا؟ به خاطر که ریاضی ثابت میسازه، ما به اساس ریاضی قرآن ثابت میسازه، به ریاضی عقیده دارن. وقتی که بگم که ویروس کرونا رو نشان داد توسط ریاضی، بله اینقدر راستک ریاضی، همین قرآن هم در ریاضی برش میگم. پس اردوش در یک فرمول است، پس ایام ساخت خداوند است، ایام ساخت خداست. از کرونا ویروس میترسین، از خدا نمیترسین، چون کرونا ویروس هم در چیم در میشه خدا هم در کرونا ویروس روی تلپت نکنه. خدا میگه روی تلپت کو خدا جواب من راحت کو نمیکنه. پس این را توسط سانس که بوز میکنم باز کل چادر میپوشه. یک کسی را مسلمان ساخت خدا میخوان، یک کسی را مسلمان ساخت خبر داشته باشین برادر دیدن در تلویزیون جهان نشر شد، کسی انتقاد کرد چرا چادر نداره. خب اول مسلمان یک پروفسور ریاضی مسلمان شد، پارتی نشد چادر ندارد، دوگاش دانو بات است. از پروفسور ریاضی رئیس کمیسیون ریاضی دانو که مسلمان شد، ما رفتن چرا چادر نداره. خب اول چادر خود بکم نامده، اول با آمده که خدا یک از پیغمبر برق است، چه بخواه آمد تو بود دیگه. گفت مسلمان ساخت انتقاد کردن که تجوید یاد نداره. خب اول خود تجوید نامده، خب اول وعدالت ثابت ساخته انتقادا با جای بلاخر یک ملا را کرا کردم، یک ملا را در خارج کرا کردم در شوروی. گفتم میادر امی که مسلمان میشه کلمه چه سرش تو بخون، اون ببینه که در پشتر کلمه میخونن او مسلمان شده رئیس دک. بعد ده ها تا بس ها یک تالار مسلمان ساختم، کلانترین یک تالار در 1990 مسلمان ساختم، تالار کلش مسلمان شد. یهود هم از نصارا هم از کلش یارا چه قسم مسلمان ساختم اجازه است؟ بله بله بسیار جالب است. یا که مسلمان شدن یهود نصارا بودیزم مسلمان هم بودن، مسجد هم اونجا جور کردم. ام مسجد دیگه من امامت میکنم، و امام است میگه صدیق افغان دروغه بر تو نهان میکنم کلی پنج شامتی خوب از کلش هست. در جایی که وقتی که مسلمان ساختم به حسام و وقت جوان بگفت او بدم مسلمان نشه، گفت چی شده؟ گفتم مومن شده، گفت مسلمان است که مسلمان است که بسته آسیای میونه مسلمان است کلش دزیر دست لیلن بر مجسم لیلن گل میمونه. بیانه بهم در شوروی بیانه ماست که لیلن بتر از ایوان است، شما بر ایوان میمانه، چون کسی که از سوکات پروردگار عدول میکنه از ایوان بتر است، کسی که خدا را نمیشد از ایوان بتر است. بالاخره اینا که سوال کردن از من دمی آخرین سوال بالاخره مسلمان شدم. گفت خب ما خو یکی دیگر جنگای صلیبی میشه که میکشه، ما را میکشه، او را میکشه، امیر چی نظر میتی؟ من گفتم قرآن نگفته که بکش.
قرآن گفته دندان تا وقت دندان تداوی که تداوی شه، وقتی تداوی نشد بکشه، تا وقتی او را خدای هدایت کنه، خدای هدایت کنه، پیغمبر معظم بر دشمن خاک منداخت، میرفت دیدنش، هیچ وقت پیغمبر کسی را نکشت. همیشه میگن پیغمبر معظم واسه کردن با دشمن خود چه قسم رفتار کرد، با او چه قسم رفتار کرد، با او چه قسم رفتار کرد، چقدر اخلاق محمد مصطفی، اخلاق اسلام جهان تکان داد. بله، ولی اکثر مسلمانان خشن میگن اسلام خشن نیست، مسلمانان خشن است. اسلام آمدن در چوکات سکن اسلام علاده است، مسلمان ها علاده است، مسلمان ها سیاست، اسلام سفید است. تو سریع میگم به تمام جهان، اسلام مسلمان ها هستن، قرآن نمیفهمن، نه مصر میفهمن، نه عربستان، نه ایران، سریع است. خب جواب کوتاه، بالاخره برای من سوال کردم، من گفتم مکتب خواهی گفا شما چیز دارم؟ من دکترا دارم در ماتیماتیک صدیق افغان، در الجبر من دکترا دارم. خب پروفیسور زوب هستم، مشهور است. من دیگه پروفیسور مشهور کیستم؟ من پروفیسور فیزیک هست هستم، من پروفیسوری که خود پروفیسور ها مسلمان شده ریزن. من برای جا گفتم امی آجه در دکترا گرفتی؟ گفت نه، من اول مکتب خواندم. خب مکتب خواندی؟ بعد از مکتب؟ گفت رفتم مکتب خواندم، باز رفتم فاکولته. وقتی مکتب خلاص کردی اولم را میخوایی کار کنی یا فاکولته؟ گفت من بسیار علاقه داشتم فاکولته بودم، بعد اولانه عمومی شدم، مشهور پروفیسور است، مسلمان شد. گفت بعد از ماستری، گفتم میخوام برم در ماستری خود بسته با شما، اسپرانتوری برم، اوجا برم. بعد از که رفتم گفتم بهتر باید برم نال، من اگر فارغ شدم در یک جای استاد پانتون هم بشم. چرا؟ ماستری یا استاد پانتون هم میگرن، در کشورهای غریب اگر برم. رفتم دکترای من گرفتم. دکترای تا خلاص کردی پروفیسر شدم. دکترا خوب، پروفیسری خوب تحصیل نیست، پروفیسری خوب حلقه است، یعنی چهار تحصیل دکترا. آیا تو علاقه داری بری در ماستری بشینی؟ گفت نه. خوش داری که ماستر بره در لسان شنی؟ خوش داری لسان در مکتب بره؟ خوش داری مکتب در کودکستان بره؟ گفت نه. ارتقا کنه؟ گفتم، گفتم دین اسلام هم همونطور استک. وقتی که اول وقتی که داوود علیه السلام پیش از دیگه سایفا مثل کودکستان، بالاخره داوود علیه السلام مکتب، موسی علیه السلام مدیر مکتب، مدیر فاکولته، عیسی علیه السلام رئیس ماستری، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رئیس دکتراست. گفتم اینا که هیچ وقت دکتر نمیره ماستر شوه، متوجه هستی؟ بس اینمی یکی دیگر تکمیل میکنه. بله؟ بله. آخرین سوال شد، خیلی یک پروفیسر گفت که همین چرا خداوند جلال شانه او همین قرآن همین روز اول کردیم پیغمبر ناورد؟ میگفت یه نکرد یک لگو پیچار هزار کردیم بیش پیغمبر، من که میگم یک لگو پیچار هزار دو سده پیچار پیغمبر، بخاطر کم کم شکل میبینم زیاد زیاد شدید و مدیش جمع کم تقسیم دو کردیم یک لگو پیچار هزار دو سده پیچار شد. برای مردم این سوال کردیم میشه قلب بود از کجا پیدا میکنه در تصاعدهای ریاضی الجبر هندسی. آرامی برای مردم خوش شامه. من خود تبلیغی ها مسابی را در ریوند هم جواب زده بودم یک وقت. این نو زنه بعد است در ایوان خوبه دادم اون طالبان در حکومت اولشان من تبلیغ ها رفتم در لاور. سوال کردم وقتی تولد میشی، یک انسان تولد میشه استاد، استاد محترم، یک انسان که تولد میشه اول چه نوع لباس کار داره؟ اول غنداق، اول غنداق میشه. بله؟ بعد از او یک ساله میشه یک متر تکه، غنداق شد یک متر تکه، پنج ساله میشه دو متر تکه، ده ساله میشه بالاخره 15 سال 3 متر 20 سال میشه 4 متر تکنه دریشی میشه 4 بله 4 متر. اینا لباس ما ده طفل بزرگی میکنه یا خردی؟ بزرگی لباس طفل به ما خردی. اگر قرآن در وقت میامد بزرگی میکنه او جامعه، اگر انجیل تورات تو در جامعه بشرت خردی میکنه، هیچ وقت لباس هم فهفت خود کس نمیپوشه. مسلمان ها گفت از ماست ختم که بالای سر آروس ختم که ایکو. نه قرآن کریم کتاب است که 155 بار چه سعی کنه کتابی است که 50 بار کلمه ضرر آمده، 50 بار کلمه مفاد، 80 بار کلمه شیطان، 80 بار کلمه ملائکه، 115 بار کلمه دین و 115 بار کلمه آخرت. فی دنیا سلطان فی الاخره سلطان. مسلمان ها دینا را اصلا جور نکردن، نتیاد شدن، مواد خام خود به غرب فروختن، گفته روزی رسان ما خداوند است، که ما بابای تا در جنت روزی ندادیم، کشیده میشه که خودش دقانی کنه، خودش کار کنه، چون با خلافت بر زمین جورش کردیم، نه در جنت، در جنت در خالد داخلش کردیم که جبرت خالیزه نباشه. بالاخره روزی می تو به شرطه که تا کار نکنی، بالاخره 145 بار موت آمد، 145 بار حیات. فی دنیا حسنتان، آرام. تشکر میکنم استاد. دنیا با چی حسن میشه؟
دنیا با چی اصن میشه؟ دنیا با مادیت اصن میشه. پیغمبر خود با مادیت نگاه کرده، نه با معنویت. ملائکه را نگفت که استاد شده دان، گفت که عنکبوت گفت تار بده. عنکبوت گفت تار بده، با اساس مادیت نگاهش کرد. مسجد با معنویت بزرگ نمیشه که بگی مسجد پول خشتی، نظر با معنویت مسجد دان خانه ما بزرگ است، نظر با مادیتش بزرگ میشه. چون در مسجد پول خشتی هم یک رکاد دو سجده داره، در مسجد دان خانه هم دو سجده داره. در نگاه معنویت بزرگ نمیشه، در نگاه مادیت بزرگ میشه. انسان با مادیت انسان میشه. وقتی که مادیت انسان بشه حیوان میشه، لباسا رو بکشی حیوان هستی، با این انسان میشیم که نباشیم حیوان هستیم. نماز با مادیت مشروع میشه. وضو نکنی تمام در خاک نذ تو نماز تو نمیشه. پس فی دنیا اصلتن اول دنیا را سنجور که باز آخرتا. سیومش 104 بار کلمه موت، 145 بار کلمه موت، 145 بار کلمه آیات. اول موت از باز آیات، یعنی موت بهترین چیز است از آیات کده. موت باز اگر سوال کنیم باز بکنیم 180 بار باز سید رسید قبان 180 بار ثواب آمده، 180 بار گناه در قرآن کریم آمده. جالب است. بشریت، بشریت امروز بشر فهمیده که 180 درجه اینجاست، خط مستقیم مثبت، 180 منفی، 180 با ثواب آمده، 180 گناه. ثواب مثبت، گناه منفی. 332 بار کلمه قل آمده، 332 بار کلمه قالو. سرعت صوت در فی ثانیه 332 بار تعریف میکنه. فلهاز قرآن کریم نمیفهمیم، تباه کردیم خودم، بشریت تباه کردیم، قرآن کریم ما بندی کردیم، فوش کردیم میشه در بابین خانه مانده. بفرمایید سوال دیگه تا. بخیر باشین، از سوال دیگه کده وقفه را اگر بگیریم. صد بار وقفه بگیریم، دو صد بار دیگه موافق هستم. مگم یا خبر دارن در تلویزیون وقفه وقفه اجازه نمیتون، خبر دارین اجازه نمیتون. راست میگن، اجازه راست میگن. بخیر مستقیم میگم نمیتون، بخاطر اینکه یک سنه بیلو قیمت داره. بخاطر اینکه خود ما مال ضعیف شدیم، میگم ماندگی خدا بگیرم. نوشانتان. وقفه عزیزای پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم. امرایتان همچنان میخواهیم. خوش آمدین بازم. تشکر هموطنهای خوبم، مهربانانی که امی لحظه تلویزیون طلوع را میبینین. سپاسگزار هستم که با ما هستین. من فرهاد را مکیستم، جناب صدیق افغان فیلسوف جهان همچنان همراه ماست. جناب افغان صاحب، شما در زمان جمهوریت و در زمان امارت اعتصابهایی داشتین همیشه وقت و دادخواهی هایی داشتین. چقدر این دادخواهی ها و اعتصاباتی که داشتین حداقل تانسته که آنچه را که شما میخواستید را برسید به او؟ پیش از اینکه جواب شما را بتوم، به ادامه سوال قبلی شما گفتم که شما بالاتر رئیس جمهور هستید، نمیره میخوایم کمه که تفریح شد، نمیره میخوایم که بر یک دقیقه بسادتم. بالاتر از رئیس جمهور شما هستین. چرا؟ رئیس جمهور وقتی که شما میشنین در یک چوکی استطاب میکنین، سوال های میکنین، رئیس جمهور های خودگو میکنین. یک، قدرت اول هستین. جورنالیزم قدرت اول است. بخواده که اول یک آدم که بیخی خطاب کنه و دون شب است بکنین. فهمیدین؟ دوم، بالاتر از رئیس جمهور یک سلمان است که همیشه در جامعه ما یک رقم سلم میکنه. سلمان بالاتر از رئیس جمهور است. بخواده که زیر دست سلمان رئیس جمهور تو صداش میکنه، تو میکنه یک کسی یک چیز نقاشی میکنه، چی می زیبا نقاشی کرده. او سلمان انسان نقاشی میکنه، زیبایی میته. یک نقاش مثلا بشیر پیکان، یک نقاش بسیار، یک زبی پیکان بسیار نقاش های کلان ماست. هر نقاش های $10,000-$20,000 میخنشن. باز او میگه سایی که نقاشی رو چه میکنی؟ خداوند چه خوب نقاشی کرده؟ او این را جور میکنه. بالاتر از رئیس جمهور دیگه کی است؟ دیگه دکتر است. دکتر میفهمی که در جای رئیس جمهور میتونه دست داده. هیچ کس نمیتونه داخل چوکات صحبت کرده. این فهمیدن دیگه که پیچکاریش میکنه. بالاتر رئیس جمهور میفهمین که دریورش هست. بر داوود خان یک جمله گفتم که با سر موضوعات ثبات گفتم بر رئیس جمهور افغانستان، برشان گفتم کل رئیس جمهور افغانستان به شمول عالی قدر امیرالمومنین ملا محمد عمر مجاهد از من پذیرایی کرد، عزتم کرد در حکومت اول.
فهمیدین عزتم کردن بعد از اینکه بندیخانه ادام ما صادر کردن گپا مولا حسن اخون و رئیس صاحب اکادمی علوم و بزرگای متقی صاحب بزرگا وزیر صاحب اقتصاد و کل در مجموع اینا خیر نومانی صاحب وزیرا اصلا میشنون ما یا ما را از بندیخانه کشیدن آوردن ما مهین ساختن رئیس ریاضی فیزیک و چوکی دولتی دادن ما اولین بار ما برای شما هم گفتم برای شما گفتم که بالاتر از رئیس یکی امام است یکی مقتدی امام بالاتر از رئیس جمهور است به خاطر که سلطان محمود هم اگه باشه یک ملاک پیشروی است میگه الله اکبر دم یک تکبیر دم الله اکبر میگه سلطان محمود در سجده میره تابع امر امام است پس فهمیدن متوجه شد ما گفتم که داوود خان براش گفتم که همین صاحب این تعمیر که است صاحب در فتوما هستم گفتم بیا که خدا ببخشید فوت کردم ما گفتم چقدر گفت من آقای خانم رفت صاحب ایام رفت مالسم گفتم صاحب خانه صاحب شما صاحب از این نیستن صاحب از این ارک این میکسید که صاحب خانه کی چی میره برادم چای میره نه بلکل همین صاحب خانه چای میره یا کس دیگه دقیقاً مهمان نوازی میکنه یعنی صاحب خانه عمو خانه سامان صاحب دفتر خانه سامان دفتر است که عمو چای میره مهمونا چتل میکنن صاحب خانه پاک میکنه پس صاحب هر کم کسی است که سالا پاچه‌ها را کنه کنه خودش هست فهمونده شد پس خود بالاتر رئیس جمهور است سوالتون حل میکنم نگویید که بخو معلم هستم بخیر باشین سید سوالتون که من اعتصابات کردم اولین اعتصاب من در 1348 بود 1348 هم سینفی های مکتب قلم مراد بگم بیاد داره خدا بیامرزه زکا صاحب اخترگل خان یک استاد از پغمان بود استاد ریاضی ما بود خوب علمری بسیار لایق بود انجینر صاحب بود دیگه و دیگه استاد ها بسیار مدام زاهر خان که می آمد در کاریزمیر مدام سرک نشته می کردم که از ملتت خبر داری نداری که ملتت نان هم فرز خودت می آیی به ایجا اسب سواری و چکر در تباشی نشته می کردم سرک قیر سنفی های ما کل شب بگیرم آزیری می شه اینجا نشته می کردم در تباشیر باز ما موتردار سرویس داشتیم موترها داشتیم خود بخصد موتردارا کلگی برای من شاخته دوجه همین موترهایی که داستایی که پیش موتر خود نشته میکرده میگفتم ما استاد سرمی چی سرمی نشته ما برو دمی نشته که میره در تایر میچسبید باز یک 30-40 تا او طرف چاپ میشد باز موترها که تر میشد چاپ کرده میرفت چاپ ها. وقتی یک سیل دستان بله 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 باز مرا میبودن باز بندی میکردن ما باز در بندی خانه که می رفتم برین در کدامن برین در لیسه انصاری هم باز برین در مکتب هایم برین تحقیق کنین در مورد من این کل اسنادا گویا گپ هست تحقیق کنین باز من که بندی می شد باز مزدود کرد از بندی خانه می گروختم از بندی خانه خوب گریختم می تانم فرار از زندان من همیشه می گروزم باز که می گروختم تنها 16 جلد کتاب گفتم شوروی در مورد نشته کرده که یک جلدش بر پیدا کردیم این جلدش که شوروی نشته کرده این در شوروی چند بار بندی شده باز با پیش پر سوال می رفتم ولسمال صاحب یک ولسوال بود نام شاد محمد خوب شد که باز یک بستانه سازی کنه اکادمیسان دانشمند بسیار او یک روز برای دید در اکادمی علوم وقتی که بندی خانه می گروختم چه قسمه گروختم مثلا سوال است نه وقتی می رفتم در کاریزا که می گفتم برای سرای تان می شد در کاریزا ترق از این سوف می درامدم از یک چای دیگر می برو اومدم فایو برای مردم امان اشک کدام جنده چیستی در اونجا کاریزا بود نه می رفتی تا شبای جمعه که یک وقت دو روز هر وقت می خواهید که سر تا بشی خوش عمام نبود نه تو را می بردم کاریزا از کرانه باز از اون کاریز من می برامدم از یک چای دیگه نه چای دیگه من برامدیم باز پس می رفتم پیش اولو سوال بلد بودین دیگه آه وطنم بود پیش اولو سوال می رفتم یک تو میانه سایی من گریختم می تونم پس آمدیم سر این من اجازه بتی که برو مکتب غیر حاضر می شدم مکتب من زیاد دوز داشتم به می خاطر ما 4 سال یک سنفی آزار هم خواندیم کلی دینا بفهمه برای مردم دینا هم. من هم میخواییم که چیزی که اصلم پت کنم اگر پت کنم مشرق گفته میشم اگر پت کنم مشرق گفته میشم یعنی پروردگار سر ما فهمیده که شما نفهمین یعنی نوزنبلا شما مهمتر از پروردگار هستید پروردگار میفهمه که من چندان چیزی نیستم پروردگار میفهمه که با فرمایش خود تولد شد من صفر هستم 100 سال پیش نبودم 100 سال بعد نیستم اینو بر امریکا گفتم خود چند از گفتم معاف گفتم اگر رفیق شده 70 میشم اگر امرای ما بزنید تام صفر میشی صفر شد که نصف شو گریخت فلوازا ما زیاد اتصابات کردیم
اتصابات بعد اونجا شروع شد. دیگه دفعه اتصاب غذایی در شوروی کردم. اخبارش هم براتون میتونم. دیگه اتصابات در هر نظام کردیم. بالاخره دیگه برای مردم چی گفته؟ بانم دیوانه باز است. دیگه من دیوانه باز است. ما که دکتر فاروق همکار در اتصاب هستم که مردم چی میگه؟ شاو نان میخوره. تو بودی نه قصه کردن. یا گفتم تو میگه چی حلوایی بود، چی حلوایی بود، خوردی نه قصه کردن. ما قصه کدگی رو قصه میکنیم. در چی بخود نیدیم. در حالی که پروردگار در چی بخودی ده؟ های با آدم ها برملا نمیکنه. در حالی که ما همیشه از ملت خود دفاع کردیم. از ملت خود نه؟ نه از ملت خود دفاع نکردیم دروغ از برادرها. ما از شما دفاع نکردیم در جانتان نظرم. ما از خود دفاع کردیم. می گپاس که ما از ملت ما دوست کسی بابای خود دوست نداره که ملت خود دوست داره. و خاطر اینکه وقتی زندار میشین باز دست پر پیش خوشویتان میرین، دست خالی پیش مادرتان میرین. غیبت مادرتان کد خوشویتان میکنین که والا چرا دختر من آوردی والا مادرم نماد کل دروغ میگیم نه. پس ما خاطر که ما سرنشین از کشتی هستم، سرنشین تیاره هستم، پیلوتش دشمنم، استواردساش دشمنم، مسافرها کلش دشمنم. اما نمیگم خدای تیاره را سقوط بیتی، بخاطر که من سرنشین نشستم. کل مردم افغانستان به تفاوت بگو سوالتا. از سوال کنه یک وقفه اگه بگیریم. هزار وقفه بگیریم. خب بیاییم دوستای وقفه آخرم ببینیم. پس از دیدن وقفه دوباره بر میگردیم. همراهیتان هم در بخش پایانی همچنان میخواهیم. همراه ما باشیم. بخش پایانی برنامه و یک تشکری خاص داریم از اپی مصرف انرژی درینک. انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی در شما جادو کنه پس اپی مصرف انرژی درینک انتخاب کنین. تشکر میکنم. من خواه یک شب مینوشم. نام خدا. گپ ها و قصه ها و داستان ها و صحبت های آقای افغان قدر جذاب بود، قدر پر انرژی بود که نیاز به انرژی نبود. اما بازم یک شب نوشیدم که یک طعم بسیار خوش طعم داره اپی مصرف انرژی درینک. جناب افغان صاحب، من میخواستم در بیشتر قبل از وقفه بپرسم که وقت شما میشنوین تعداد از افراد و یا اشخاص که شما رو با اونمو جملایی که گفتید صدا میزنن، احساس شما چیست در مقابلشان؟ چی فکر میکنین؟ کاش که پیشروی میگن، پیشروی میگن، نمیگن پیشروی. من بسیار عزت میکنن. وقتی که من میخواد در تابوت کمونیزم کوبیدم، مرا گفتن ای کی جی بیس. وقتی که نخستین مظاهره ضد امریکایی کردم، نخستین مظاهره ضد امریکایی این رسما در تمام مطبوعات دنیا در یک روز چیزی که اخباری که در دنیا بود نشر شد. زیادتر از 24000 25000 نفر روزنامه دنیاست در همزمان در 6 می 2003 روی ترس رو نشر کرد، تمام مطبوعات رو نشر کرد. متنی امریکایی است. اما دیوانه میگن، این رو راست میگن، واقعا راست میگن. ما خوش میشم در دیوانه که مرا میگن. به خاطر از اینکه جاسوس نمیگن ما، وطن فروش نمیگن ما، خائن نمیگن ما و به ناموس قضا نمیگه تجاوز کردیم. راست میگه. کدام تو اوشار تانگ امریکایی را گرفته؟ تانگ امریکایی را میگرم شور خورده نمیتونه. کدام تو اوشار میکروفون ها را داریشون در تالار میزنه کل امریکایی ها شدد. کدام تو اوشار؟ پس این دیوانگی عیب نیست. دیوانگی جرم نیست. وطن فروشی جرم است. ما دیوانه از اینا در جهان اول میشه، دیوانه از اینا برای دانشمندهای دنیا درس میته. وقتی اوشارهایشان اوشارهایشان کدی میلیون میلیون که دوزی کردن با دوجا میرن بیچاره دیگه. کسانی که در غرب است، کسانی که ماجرین است، اونا را کلش محترم است. هر نوع کار در چوکات انسانیت شریعت عزت است، ولو اگر هر نوع کار باشه. یکم دو میگه فلانی چیشوی است، چیشوی است، چیشوی است. نخیر، هر نوع کارتان عزتتان است. هیچ سر گپ نزنین. همی که دستان برکت دراز نمیکنین، کار میکنین. همی که دوزی نمیکنین، همی که به عزت کار میکنین، عزتتان نست. به این خاطر ما براتون بگویم جمله ایست که
هر چی که مرا میگین دیوانه میگین در قفاق میزنین ما دو میزنین خوب است که در خشکه نمیدنین هر کار که میگین هر چی که هستم من شماستم خوب هستم من شماستم بد هستم من شماستم اگر پوچک هستم گناه شماست او نزدین اگر خسته کسو پیوه نکردین هرچه تخلص خود افغان ماندیم نه تخلص خود قوم به خیل تبدیل نشدیم فلانی خیل فلانی زای خیل زای تبدیل نشدیم صدیق افغان هستم بر افغانستان خود هستم اولادتان هستم بخیر باشین سلامت باشین جناب افغان شمایی که بر ضد آمریکا صحبت کردین و بارها و حتی یک بار بر ضد روسیه صحبت کردین این ابرقدرت ها شما رو نمیتونه آسیب برسانه یا از بین ببره یا نمیخوان یک بار ضد روسیه 100 بار ضد روسیه صحبت کردیم یک بار نه آقا 100 بار 100 بار ضد روسیه صحبت کردیم بیانیه‌ایم است که در 1364 بیانیم از در 1982 که مجسمه لیل انداختیم یک بار نیست، پس صدا بار است نقیه که شوروی را کوبیدیم و همه امریکای را نکوبیدیم اما افغان ها توجه باشه که هیچ تشویش نکنین هیچ تشویش نکنین وطنتان است، وطن جرم نکنین از چوکات قانون دول نکنین کارتان نکنین اگر شما احمد دارین با هم باشین پشتون و تاجک و ازبک نظاره نکنین با هم باشین اگر افغان باشه تا مشت آهنی در فرق متجاوزین بزنید که پدرکلانای ما انگلیس را کوبید پدرهای ما روس را کوبید اولادهای ما امریکای جنرالکار با ناتو را کوبید که نصف شوه از وطن ما گریختن که باز میگه ما در تیاره افغانا بند کرد در تیاره افغانا نام تیاره را قایم میتن که صاحبی تا بده که باز بگریست نصف شوه گریخ بیمش جانه آخر ما گفت که افغانا گریخته پس هیچ تشویش نکنین که من کار خودم میکنم و یک بار نیت صد بار هزار بار دیگه حالا پار سال هم همینجا پیرار سال هم همینجا خیلی مزدادم پیرار سال هم خیلی مزدادم اینمی دمی امارت اسلامی افغانستان که پیرار سال هم خیلی مزدادم گپ ما یه است که خدای نخواسته برتان آسیب نرسانه کشور من مرگ دوزارم من عاشق مرگ هستم من عاشق مرگ هستم مرگ عبارت از تولد تولد عبارت از مرگ است چون اول موت و بعد باز حیاتی رو تشریح میکنم این آرام تشریح میکنم براتون مرگ من بسیار دوز دارم مرگ با ایمان و گفتم من هیچ چیز از خداوند نمیخوام اما یکانه چیزی که میخوایم عزت دین خودم میخوایم عزت افغانستان خودم میخوایم به این خاطر دین ما بالاتر از ناموس ما است ما از ناموس کبیر خود دفاع میکنم بخیر باش بخیر باش خواهی نشوی رسوا امرنگ جماعت باش نظر شما در مورد این جمله چیست؟ اگر خواهی نشوی رسوا امرنگ خود باش نه امرنگ جماعت جماعت یهود میشه یهود میشه جماعت غرق شده تو او بازی رو داری خدا غرق میکنی یا کسی رو نجات میتی اگر خواهی نشوی رسوا امرنگ خود باش چنانچه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم امرنگ خود بود او جامعه را امرنگ خود ساخت نه امرنگ جماعت کنه دخترات نکنه پس پیغمبران همیشه جامعه را امرنگ خود ساختن پس امرنگ جماعت یعنی هر کی که آمد زیر دولش برست نه متوجه هستی یعنی تو که مقرر که میشه باز کرده عکس میگیره نه بسیار سریس از معرف ما سریس افتخار را میکنه که قماندان سایبا میشناسم بله که دوستا عکس میگیرن افتخار را میکنن بله ما امرنگ خود هستم امرنگ محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میخوایم باشم امرنگ میخوایم باشم شمشیره باشم که سر ما ببرن از رای دین خود عدول نمیکنم در این جایم نکردیم بخیر باشین تشکر جناب افغان صاحب افتخار بسیار بزرگ بخشیدید که به برنامه آمدین در آخر اگر گفتنی کوتاه به نسل امروز به جوانایی که حداقل آمدن در استودیو تشریف آوردن تا شما را ببینند و از صحبت‌هایتان مستفید شوند اگر من خوششان آمدیم ما وره میخواین شوین که خود دروغ نگوین وقتی که ساعت هم میخورین 5000 چه میگه چند خریدی 7000 که خود دروغ گفتی و آدم چه میگه ایلا بوده شد یک لوده شد 5000 با مال 10000 خریده 7000 خریده اگه ایره بگوی که 3000 خریده در اینجا خود دروغ هست من ستا میست چون دروغ 3 نوسته بازی آدم میگه خدا داد جای به جای پیرزده 3 نوست دروغ هست برادرها یک دروغ است که دو فامیل با هم میسازین یک دروغ است که دشمن از سنگر تا نشان نمیتن یک دروغ که من همیشه یک قسم دروغ یعنی سنگر تا دشمن نشان میتن نولی بخوری رو میکشی دشمن رو طرف میزنی این دروغ است یک دروغ است که ناق دروغ میگین
یک دروغ است که فایده میکنین بود. اگر فایده میکنین دلتون دوزخ میخرین به خاطر فایده تون، باز یک سر چل قسم میخورین، با دروغ میگین، باز در جان وعده میزنین، مثل که با کتیل قسم قد میکنین خریدار سر تا نفهمه. من میخاطر اگر میخواین که انسان خوب باشین، همراه خود دروغ نگوین، همراه خدایتون دروغ نگوین، به خاطر غیبت نکنین، به خاطر بهش خدا به یک پیسه میشین دیو تا وادم اومد سلام علیکم خوبه غیبت نکن، پس کامیاب میباشین و همیشه الگویتون محمد مصطفی را قرار بتین. بس بخیر باشین. تشکر، تشکر از رفیقای ما که در استودیو تشریف آوردن، تشکر از شما خوبانه که برنامه را دیدین. تاله تا برنامه بعد هم شما را به خداوند میسپارم. همیشه خوشی ها و خوبی ها از آن شما باشه. خدا نگهدارتان.